خیلی استرس اینو داشتم که شبیه عکساش نباشه. نمیخواستی که شبیه عکساتی عزیزم. اگه خوشم نمیومد، دلمش که نمیخواست، حتی یه روزم نمیتونستم ایش رو تحمل کنم. رفتم فالوینگاشو نگاه کردم، دیدم هیچی دختر نداره. سلام به برابکس چنل یوتیوب، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من تو اینستا هر سری باکس میذارم، کل باکسم پر میشه که کجا با هم آشنا شدین، چه جوری با هم آشنا شدین، داستان آشناییتون چی و نمیدونم کی اول رفت سراغ کی. البته که ما قبلا همون اوایل رابطمون تو چنل رضا توضیح دادیم، براتون گذاشتیم، اما گفتیم یه ویدیو جدیدم بگیریم واسه بچه‌های من بذارم براتون دیگه. الان که من میخوام برم استفان رفت خوراکی بگیره برام، بعد اینکه بذارین خودش بیاد خودش شروع کنه داستان آشنامون رو ببینیم چه دودی شد که الان ما اینجاییم. من سلام کردم، سلام میکنم به دوستان یوتیوبری، خیلی مخلصیم. ما بعد فکر کنم 6 ماه شده نه 5 ماه داخل یوتیوب فعالیت نکردیم دیگه. ایشالا یه روز هم میخواییم واسه تون کلیپ های خفن بذاریم، امیدوارم که لذتش ببریم. کلیپ ها متفاوت، لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه، حمایت کنید، خیلی مخلصیم. خب بابا جون ببین، بیا با جزئیات جزئیات بگیم، مثل چیز تو چنل تو باشه. پس شروع کن دیگه. داستان آشنایی هم؟ نه بله بگیم ببچه. ما یه رفیق عکاسی داشتیم عزیزم. بله که آنفالش کرده بودم، کار نمیکردم باش. حالا همینجوری شانسی بعد یه مدت اومد گفتش که بیا چند تا کار با هم بزنیم. گفتم اوکی، فالوش کردم و یه ماهی گذشت همینجوری فالوش داشتم و چند تا استوری میذاش، همینجوری استوری میذاش هر روز، و منم همینجوری عادتی استوری اونایی که فالو دارم و میبینم. بعد یه روزی همینجوری چند تا استوری گذاشت داشتم میدیدم، میدم یه خانمی داره استوری میذاره، اینجوری که رد شدم یوتیوب رو اومدم عقب، استوری عقب نگه داشتم، ریپلای زدم واسش، گفتم که من خیلی این خانم خوشم اومده، اوکی کن همون اون کارمون بشه با هم دیگه. بعد گفتش که نه این اصلا اونجور دختری نیست، نمیدونم فلانه بیساره، اذیتش میکنی و اینا. گفتم تو کاریت نباشه ایتم، اوکی کن، من خودم کاراشو میکنم. چی شد مثلا؟ چی شد؟ مثلا اونم گفتش کرده این اصلا اوکی نیست و فلانه این حرف، چون منو میشناخت. نه نه نه، تو چی شد که مثلا چیز کردی؟ دوباره بهش گفتی مثلا با اینکه این گفتش مثلا خوش آمده بود؟ خب من که گلن یه نفر رو میخواستی مخ کنیم، اونم شما بودی. و تلاش کردم دیگه، گفتم ببینیم تش چی میشه. خیلی دوستشم یه فابریک بزنم، نیتشو داشتم ولی نمیتونستم، اگه خوشم نمیومد، دلم ایشکی نمیخواست، حتی یه روزم نمیتونستم ایشکی رو تحمل کنم. تا اینکه گفتم آقا اینو بچین من میام ببینم. گفتش باشه من میچینم با ایسا، ولی این پروسه یکم طول کشید. و من میگفتم و اون میگفت اوکی، و دوباره من میگفتم و اون میگفت اوکی. و اینکه یه روز زنگ زد گفتش که میخوام عکاسی بچینم باش. گفتم عکاسی بچین چیدی به منم بگو بیام. گفت اوکی، عکاسی رو چید و به منم گفت و خانم هنرمندم اونجا بود. منم دیگه رفتم واسه اولین قرار، گفتم یه دسته گل ریزی بگیرم که دیگه کارو رسمی خیلی شیک جمع بکنم. رفتم دسته گل رو گرفتم، یه رفتیم سر لوکیشن عکاسی. گفتم به حضورت، من اولین بار بود که میخواستم مهندس رو ببینم، استرس زیادی داشتم که میدونستم شبیه عکسش یا نه. گل رو میگرفتیم میومدیم مثلا خوش شدیم چیکار کنیم، اگه شبیه عکسات نمودی گل رو پرت میکردم رو زمین بوده پرت میکردم تو صورت. بعد خیلی استرس اینو داشتم که شبیه عکساش نباشه، واقعا استرس داشتم. فقط استرس اینو داشتم که این اگه شبیه عکساش نباشه چه من... ریسکی کردی پس گل خریدی؟ آره خیلی ریسک بزرگی بود، گفتم اگه این شبیه عکساش نباشه گل پرت میکنم از خونه. خب من که استوری میذاشتم، خیلی استوری میذارم شبیه عکساش نیست. خب نرسی که شبیه عکساتی هستم دیگه، الان قیافت بازم مهم نیست. دیدی تکر من حفلیم هم دیدی دیگه. بعد عرضم به حضورتون رو
گلو گرفتم، استرس همه چی رو کشیدم رفتم و رسیدم لوکیشن، رفتم بالا جیز زنگو زدم، درو وا کرد، دیدم مهندس پشت الهام جون قایم شده منو دیده، قدش هم یک هفته خورده یه یک هفته شیش هفته پشت الهام جون قایم شده بود. منم رفتم تو اینجوری گلو بهش دادم، دیدم شبیه عکساشه، خیلی خوشحال شدم گلم بهش دادم. دیگه همون رفتم تو بالکن سلام کردیم با هم، نازنازی کردیم همون کمجی نگاش کردم یه سلام کردیم و اینا، خیلی شیک رفتم تو بالکن یه سیگار کشیدم راحت شد. دیگه از بالکن که آمدم بیرون دیگه اینجا بود، این نه دیگه بابایی خب سر تو اینجا بود دیگه، کلن اینجا بود دیگه تا الان دیگه. من مهندسان تقریبا از اون روز تا الان یه هشت ماهی میگذره با همیم، تقریبا چهار ماهش رو کلن با همیم، چهار ماهش رو بیست چاری پیش همیم، چهار ماهش هم دیگه اون اولای رابطه بود، یه هفته دوباری هفته یه باری هم میدید، ولی دیگه چهار ماه هم. الان دیگه کلن با هم زندگی میکنم پیش همیم. بعدش هم عرضم به حضورتون دیگه، آره دیگه داستان رابطمون اینجوری شروع شد. خب من از نگاه خودم حالا تو این هشت ماه چه اتفاقاتی افتاده بعدا میگم بازتون تو کلیپ های بعدی، چه تصادف هایی که محدثه تو جاده اصفهان نکرد، چه ماشین هایی که چپ نکرد، همه اینا رو میگم بازتون داخل ویدیو بعد. نوبتون من خجالت میکشم بگو. خب آقا اولین بار چیزه بذار اینجوری شروع کنم، من واسه عکاسی و کارم و اینا اینجوری هم که فقط ثابت کار میکنم، یعنی اصلا پروژم میکاپ آرتیست داشته باشه اصلا فرار میکنم. بعد یه روز مثلا الهام جون که الان مثلا خیلی دیگه دوست سمیمه پیام داد تو این حسابه هم که یه پروژه است، تازه پروژه لنز کلی هم میکاپ داره، عکاس هم من اصلا نمیشناسم و من اصلا جواب نمیدم فرضشو کنین. یهو همینجوری اینو جواب دادم و عکاسیو چیدیم و یه آفیشو پردم گفتم همه چی اوکی شد، تا هی خدا خدا میکردم خدای من چه اشتباهی کردم چرا کنسل شد. بعد چیز شد، بعد یهو پیام داد چپش گفت یه مشکل پیش اومده کنسل شده، گفتم خدا دیگه فرداش شد و میخواستم برم با دوستم بیرون، یهو دیدم پیام داد کی میرسی، گفتم وای من کنسل نشده بود دیگه هیچی. بعد دوستم گفت ول کن بابا بپیچون نمیخواد بری، گفتم نه دشتم مثلا یه ذره حساس بودم نمیده. خلاصه من رفتم و یه دل نصد دل عاشق حسن الهام جون شدم و چقدر با هم دوست صمیمی شدیم، چون اگه صمیمی نمیشدیم و من اون روز نکاسیار نمیرفتم عملا اصلا جور نمیشد که اصلا با همون ببینیم بشناسیم اصلا چیزی. خلاصه این از این. یه روز الهام جون ای بابا شیرالات استسالات اتصالات رفتش بگم بعد. بعد دیگه خلاصه من دیگه خیلی صمیمی شدم باهاش. بعد الهام جون اومد گفتش که پسر هستش، گفتم که کی، گفت مثلا فلانی مثلا آمار گرفت. بعد منم مثلا یه کوچولو میشناختم چیزای خیلی بدی شنیده بودم، گفتم که خب دست شما در نکنه اشکال نداره اصلا امور گرفت و اصلا مهم اینجوری مثلا اینجوری بودم که خود گرفته گرفته. دوباره یه بار دیگه به هم گفتن که مثلا اوکی شو اینا، بعد بچه هم اینجوری بودن نه بلش مثلا خودم هم گفتم نه با ما اصلا سبکمون هیچیمون به هم نمیخوره اصلا من برم چیکار کنم فلانی حرفو گفتم نه. بعد داشتم اون تایم هم من داشتم واسه خودم زندگیمو میکردم، میرفتم سر کار پیش دوستان مثلا راحت زندگی در پاسش، تا آخرین بار الهام جون گفتش که ببین صحبت کردن با هم مثلا که با چیز شما صحبت کرده بودیم، نظر شما اصلا مهم نبود عزیزم، مصاحبه کرده بودیم بابا جون نظر ما مهم نبود دیگه، ما صحبتمون کرده بودیم قرار بود شما رو بیارن که دیگه ببین نه وایسته خب حک کنیم ببریم وایسته خب بگم چی شد. گفتن به من بعد چتای تو رو واسه من فرستادن. کی فرستاد؟ چیز دیگه عکاسم بی شرف فرستادن و اینا خیلی مثلا با نمک داشت حرف میزد. بعد یهو اون روز من استوری رفته بودم فیزیوتراپی از پام گذاشته بودم همون هین که مثلا یه کوچولو داشتیم حرف میزدیم، یهو دیدم ای پیام داده که پیام اومده واسه من پاد چی شده بعد شده بود پاد پام رواتون پاد چه خوشفر رزم داد
نه. بعد زدم پاد چی شد؟ الکی بکنم اون ریپلای کردی اصلا تو یادت نمیدونی استوری میدونی ها؟ دیدم زده پاد چی شده. بعد به چه سوزن میذاشتی توش؟ رفته بود. نه نه دو تا دستگاه بغل زانوم بود استوری بعدیمون تو دو تا دستگاه یاری کردی. بعد تپ سوزنی رفته بود. تپ سوزنی. بعد منم اون شب رفته بودم با دوستام الهامتون شهر بازی. دیگه زدم پاد زدش پاد چی شده گفتم من جواب بدم جواب ندم الان جون میگفت جواب بده بعد میتونستی جواب ندی؟ بعد دوستم میگفت جواب نده این پسر خوبی نیست تو خیلی مالی دوستا در کجا منو میشناخت میشناختن دیگه دیده چند بار رو همی داشتیم بعد آره بعد میگفتش نه این اصلا سبک تو نیست این اصلا مدلش فرق میکنه اون دوستش که اون روز این حرفو زدی داره این کلیپو میبینی دیگه اون روز سالش ما میذاره اصلا بده خیلی گولی گفت آره تو مثلا نه نکنی یا فلان حرفا خلاصه ما 3 ساعتی تو فکر کنم 6 و 7 پیام دادی من 9 و نیم اینا جواب دادم این میگفت جواب بده و میگفت جواب نده گفتم شما دو تا با هم صحبت کنین هر کی به نتیجه رسید الهام جون گفتش بابا من اینو دیدم خیلی مؤدبه خیلی آقا خیلی سرسنگین اصلا چیز نیست جلف نیست چون آدمو جلف فرام بعد چیز شد بعد گفتم مطمئنی گفت آره بابا این مثلا شاید حالا مثلا تو جمع خود دیگه بابا مثلا بقیه اونجوری رفتار کرده ولی من دیدمش اصلا اونجوری نبود دیگه این حرف الهام جون قلقلکم داد یه کوچولو خب بعد گفتم مثلا عقده بازو در نیارم جواب میدم حالا مثلا خواسته نکاسه بچینه اینا اوکی اگه رفتارش اینا خوب بود که حالا خوب بود حالا مثلا آم آشنا میشیم اگه خوب نبود فرار میکنم خوب بود نیزم من اینا رو میدونم به بچه ها بگم من دارم بوسه راست میگی ده بار تعریف کردم. دیگه گفتم اگه رفتارش اینا خوب بود که خوب بود اگه خوب نبود فرار میکنم یه مامان زنگ بزن بگو داد بزن بگو بعد دیگه خلاصه من سر عکاسی داشتم عکس مینداختم نشسته بودم و دیدم یا ابوالفضل زنگ خورد منم خجالت میکشیدم افتضاح الهام جون کوچولوه رفتم اینجوری پشت الهام جون کوچولو شدم قایم شدم دیدم چه آقای سرسنگین با گل اومد اون گل خیلی مهم بود دیدم چقدر جنتلمنانه یه بار دیده تو داری به صورتم ما گیجی نمیگریم این بارم خلاصه بابایی آن بسه تو تعریف نکنم خلاصه که دیدم آقا سرسنگین با ادب متین با گل اومد خیلی جنتلمنانه با شخصیت دیگه اومد تو منم قایم شده بودم بعد داشتم سکته میکردم میخواستم گل رو داشت میداد اینجوری هم داشت نگاه میکرد سم بفرمایید گل برای شما بعد هیچی دیگه بعد من داشتم عکس میگرفتم خیلی خوشگل نگاه میکرد بعد دیگه خیلی سرسنگین حرف میزد بودم اصلا اینجوری هم بعد خیلی با شخصیت مردونه دیگه دیدم رفتارش خیلی خوب بود بعد یه جوری بود مثلا انگار اون انرژی اون چیزای اینجوری مثلا انگار مثلا خیلی وقت این اولش بود روز اولی بود که همو دیدیم دیگه چیزی نبود که اونجا همه رو با جزئیات گفتی عزیزم آره. مو به مو اون روز اول بود ولی یه چیزی رو میدونستی من کجا دیگه مثلا چون روز اول خب تازه همو دیده بودیم دیگه همه چیزی به چیزی نبود میدونستیم که روز دوم خب فرداش که رفته بودیم محرم من یه چند تا فالوینگ داشتم که رضا اون شب داشت میدید آهان یه چیز دیگه هم خوشم اومد اولین روزی که پیام دادی فالوم کرد یه بودم افالو کرده رفتم فالوینگاشو نگاه کردم دیدم هیچی دختر نداره اینم خیلی خوشم اومد نهیزم من هیچ وقت ایشی که فالو خب من که ندیده بودم بعد دیدم نداره اینم خیلی نکته مهمی بود بعد آره بابا جون فرداش که محرم رفته بودیم بیرون شب قبلش مثلا گفتش که اگه دوست داشتی حالا هر موقع یه سری ها رو آنفالو کن بعد منم همون شب یه دوتا استوری گرفته بودیم مثلا با گل و اینا با هم با هم خودم گرفته بودم یه استوری هم تو گرفته بودی دستمو گرفته بودی دستمو میگنم بعد اونو من گذاشتم کلوس فرن فرضشو کنین دوستام هم نذاشته بودم هفت قشنگ هفت غریبه بود غریبه که اصلا میخواستم یه سریشون رو فالو کنم دیگه راحت باشم دیگه بعد اصلا یه درصد فکر نمی کردم مثلا ببینم تتوی روی دستتو ببینم مثلا تتوی دیگه من خودم زیاد دقت نمیکنم ببینم متوجه نمیشم فکر نمی کردم کسی بخواد بفهمه مثلا دست کیه همینجوری یه تتوی گذاشتم یه آدم رو میخوام فالو کنم فردا شبش که اومد دنبالم رفتیم محرم یه ها دیدم از این پیج میجه داغ و ماغونا
استوریای منو که کلاس برنده 7 نفرم بود گذاشتی، گفتی که الان ناراحته چی؟ مثلا تو خودت هم نخواهی هیچی بذاری، من هرچی بخوام میذارم. و مثلا یه جوری بود که انگار مثلا آدم دلش گرم شه. بعد من همیشه مدل زندگیم اینجوری بوده که همیشه من بقیه به من تکیه میکردم. مثلا هیچ شخص چیزی نبوده که بگم مثلا من پشتم به یکی گرم فلانی. بسر اون شب انقدر بزرگون و مردم رفتار کرد که مثلا من خیلی قصه داشتم میخوردم، مثلا احساس کردم یه تکیگاه خیلی بزرگ دارم. بعد خیلی مثلا حس خوبی بهم دادی اون شب. بعد دیگه همونجا شد که کارمون شد. یکی گله بود، یکی اون فردا شب. یاد هیچ وقت بهت نگفته بودم. الان گفتی. خلاصه این بود. خیلی خوش حرف زدی. خیلی خوشحالم که اومدی تو زندگیم. ایشالله که همیشه باشی و همیشه هم مواظبت هستم که چیزیت نشه. هر روزم بیشتر دوست دارم. امیدوارم که همینجوری موفق باشیم با هم. اینجوری موفقیتمون بره رو بالا. دیگه خلاصه همین. سلامی هم برسونم به اون رفیقی که گفت جواب اینو نده. جواب داد. یه سلام به اون چیزام بفرست. پیج یه پیج زخرا من با اون پیج میفرستم که اومد مثلا گم بزنه ولی شیرین بازی در بیاره، ولی بهتر برعکس. ولی من نمیتونم باشه دیگه بگم. آره دیگه مثلا بوخ میتونی بذاری من چند تا پوش بدم بهش؟ آره. نه باباتون همین دیگه. این بود داستان اصلایم. خیلی قشنگ بود. نظر خودمون خیلی قشنگه. خیلی مخلصیم آقا، خیلی دوستتون داریم. مواظب خودتون باشین. یه روز در میون داخل این کانال ما کلیپ میدیم.